بود نبود بودگار بود، زمین نبود شد یار بود، یک مردکی با کار بود، به کار کردن تیار بود، به خوردن بیمار بود، زاغر و به فریب کار بود، اسپک ها قطار بود، فصل فصل بهار بود، جیکو جیکو جیک، مرغکان بسیار بسیار بود. مثل و مثل فرمان حاکم. روزی روزگار حاکمی فرمان داد همه زرکش ها را در شهر صدا بزنند که با آنها کاری دارد. جارچی ها این فرمان حاکم را با صدای بلند به گوش مردم رساندند. خبر خبر، همه زرکش های شهر به حضور حاکم بزرگ برسند. خبر خیلی زود در کوچه ها و محله های شهر پیچید. زرکش ها کاروبارشان را رها کردند و به سوی قصر حاکم روان شدند. در این میان مردی هم بود که کارش بود کشی بود. او به خیال آنکه حاکم می‌خواهد جایزه‌ای بدهد با زرکش‌ها همراه شد و به قصر حاکم رفت. در تالار قصر زرکش‌ها نگران بودند که حاکم از آنها چه می‌خواهد. و مرد کودکش خوشحال بود که قرار است جایزه‌ای بگیرد. زرکش‌ها و مرد کودکش در خیال‌های خود بودند که حاکم داخل شد. همه به احترام حاکم دست به سینه برخواستند و ایستادند. حاکم رو به داروغه رئیس نگهبانان شهر کرد و گفت دیگر کسی نمانده؟ داروغه گفت خیر قربان، همه زرکش ها آمدند. آنها با شنیدن فرمان حاکم بزرگ اگر آب دستشان بود زمین ماندن و خودشان را به قصر رساندن. حاکم نگاهی به زرکش ها انداخت و از دیدن مردی که سر و لباس کثیف و چتلی داشت تعجب کرد. با این حال چیزی به او نگفت تا در وقت مناسب بپرسد که او در قصر چه کار دارد. حاکم آرام نگاهی به زرکش ها انداخت و گفت خوش آمدید. زرکش ها خوشحال شدند و لبخند زدند. حاکم گفت برای کار خیلی شما را خواستم، باید به من کمک کنید. زرکش ها در فکر فرو رفتند که چه کمکی می توانند به حاکم بکنند. حاکم گفت خرج آبادانی شهر زیاد شده، شما باید کمک کنید. زرکش ها که فهمیدند پای مالیات به میان آمده دلشان گرفت و سرها را پایین انداختند. ولی مرد کودکش همان طور بی خیال ایستاده بود. حاکم پرسید چقدر مالیه می پردازی؟ یکی از زرکش ها گفت جناب حاکم، شما هم خوب می دانید که وضع کسب و کار خوب نیست. حاکم میان گپ او پرید و گفت هر وقت که از شما خواستم مالیه بدهید گفتید که وضع کسب و کار خوب نیست. بروید به فکر دادن مالیه برای آباد کردن شهر خودتان باشید، پس وضع کسب و کار کی خوب می شود؟ زرکش ها آرام و سر به زیر از قصر بیرون رفت. ولی مرد کودکش همانجا استاده بود. حاکم رو به او کرد و گفت اینجا چی میکنی؟ تو دیگه چی کار هستی؟ مرد کودکش گفت قربانت شو، من کودکش هستم. حاکم عصبانی شد و گفت با خودم گفتم این بوی بد یک دفعه از کجا آمد؟ پس بوی سر و وضع تو بوده. آن وقت رو به داروغه کرد و گفت این مرد را کی به قصر راه داده؟ داروغه که دست و پای خودش را گم کرده بود گفت نمیدانم قربان، مثل آن که خودش آمده. جارچی ها در شهر یک بار هم نگفتند که کودکش ها بیایند. آنها پشت سر هم میگفتند که زرکش ها بیایند. حاکم که از ناراحتی آرام و قرار نداشت گفت ای مرد نادان،
چرا به قصر آمدی؟ مگر کار و زندگی نداری؟ مرد کودکش خیلی آرام و با خونسردی گفت: ناراحت نباش قربان دردم، و همیال از قرض بیرون میرم. از گذشته زرکش با کودکش چی فرق داره؟ هر دو کش دارن، کش کش هست دیگه، دروغ نگویم. اگر کسی بخواهد میان دو چیز که خیلی با هم فرق دارد و برای سود و بهره خودش به یک از شباهت‌های ظاهری آنها اشاره کند، این ضرب‌المثل حکایت حال او می‌شود.